مهرانگیز کار، حقوقدان از واشنگتن ما رو همراهی میکنن. خوش آمدید خانم کار. همونطور که در ویدیویی دیدیم، امام جمعه قشم راه افتادن در سطح شهر، در مراکز خرید و دستور پلمپ مغازه هایی رو که به زعم ایشون متخلف هستند صادر میکنن. این موضوع به نظر شما به عنوان یک حقوقدان این موضوع چطور میبینید؟ من اصلا به عنوان حقوقدان خب به این موضوع میخندم، ولی به عنوان یه آدمی که به هر حال در این شرایط قرار گرفته و مملکتش، زادگاهش افتاده دست یک مش دیوانه، تصور میکنم دیگه ورود امام جمعه ها برای اجرای قوانینی که قانونم نیست، یه دستوراتیه که خودشون از توی فقه در آوردن و خیلی از اسلام شناسا اصلا به این دستورات ارزش دینی هم نمیدن. خب وقتی امام جمعه را میفته توی فروشگاه ها وسط خیابون، اصلا این نشان دهنده اینه که این حکومت هیچ گونه اعتباری نداره، هیچ گونه نظمی نداره، هیچ انضباطی نداره و مناسبات بین مردم و دولت میشه گفت که دیگه اساسا منتفی شده. حالا چجوری این مملکت داره میچرخه، اونم خب موضوع قابل بحثی. خانم کار، فشار بر زنان تا حدی شده که حالا اصناف رو قراره تا 3 میلیارد تومان جریمه کنن. اگه این لایحه حتی با قوانین خود جمهوری اسلامی هم قابل توجیهه؟ اصلا ببینید، قانون یه مفاهیمی داره، هر چیزی رو که بره تو مجلس یا بره تو انواع نهادهای قانونگذاری اینها و از اون تو به عنوان مسبب در بیاد، اگر مشخصات قانون رو نداشته باشه اصلا قانون به حساب نمیاد. دولت به وجود میاد، به وجود اومده از ابتدا برای اینکه مردم راحت تر زندگی بکنن، برای اینکه دولت بتونه وسائل معیشت اونا رو فراهم کنه، بتونه رفاهشون رو فراهم کنه، بتونه امنیت خاطرشون رو وقتی که سوار هستن بر شغلی کسبی، امنیت شغلی و حرفه‌ایشون رو تأمین بکنه که مثلا دزدا نریزن مغازه کسی رو غارت بکنن یا اون آدمی که داره کار میکنه کارش احترام داشته باشه، امنیت داشته باشه، صنف داشته باشه. ولی ما تا حالا ندیدیم که تعریف دولت این باشه که ناامنی به وجود بیاره برای شهروندان. از طرفی برای زنان به علت اینکه بی‌حجابن، در حالی که حق انتخاب پوشش حق بنیادیه برای انسان، چه زن چه مرد. حالا این حق رو که گرفته و همه رو انداخته گردن اسلام و قرآن و پیامبر اسلام، آمده الان داره یک حقوقی رو که حقوق کسبه رو، حقوق صنفی رو میگه که چرا اون صاحب کسب نمیاد مثلا پلیس ارشاد، گشت ارشاد عمل بکنه و آخه چجوری بیاد مثلا سینه به سینه زنان بیجاب بشه، زنان بیجاب راه نده. خب اینا مشتریای کاسبا هستن، فرقی نمیکنه چه کتابخونه باشه چه بقالی باشه، اینا همه احترام داره، کسبشون احترام داره. بله. قانون اگر تبدیل به قانون هم بشه، از 10 مرجع بگن که این قانون شده، این قانون بر پایه مبانی قانونی که در دنیا پذیرفته شده، این قانون اصلا لازم الاجرا نیست، برای اینکه همه حقوق شهروندی رو از این دو نوع شهروند میگیره، یکی از زن بی‌حجاب میگیره و یکی هم از صاحب کسب و کار میگیره. بنابراین میشه گفت که ایران داره دیگه میره به یک سمت و سویی که اصلا حرف قانون زدن هم دیگه دشواره و خیلی هرج و مرج و ناامنی داریم میبینیم که منتظر ایرانی هاست، وگرنه آخه امام جمعه راه بیفته تو خیابون و بعد کاسبا رو اینجوری برخورد کنن، بگن اینقدر باید پول بدی چون زنی بی‌حجاب وارد مغازت شده و
و تو باهاش برخورد نکردی. ببینید این یعنی اینکه دارن این کشور رو میرسونن به لبه پرتگاه، دارن مردم رو به جون همدیگه میاندازن، مردمی که با هم اصلا مشکلی نداشتن، بی حجاب و با حجاب رو دارن مثل دوتا دشمن اینا رو یه کاری میکنن که با هم برخورد کنن. ما این همه سال بوده قبل از انقلاب بی حجاب و با حجاب در تمام خانواده های ما بودن و با هم زندگی میکردن. در هر حال باعث تأسف، ایران داره میره به سمت و سوی بسیار خطرناک. ممنون از توضیحات تو مهرنگیز کار، حقوقدان از واشنگتن ما رو همراهی کردید.